درود بر شما. 27 فروردین ماه 1400 خورشیدی و 16 آوریل 2021 میلادی. برنامه امشب صفحه آخر اختصاص دارد به حسن میرکاظمی، معروف به حسن رعیت و اربابش مرتضی رضایی، از فاسدترین امنیتی های سپاه و خانواده خامنه ای. پرده آخرم البته خواهیم داشت طبق معمول آخر برنامه. پیش از هر چیز خدمتتون عرض کنم که بعد از پخش برنامه هفته پیش که گفتگویی بود با دکتر فرشته انشا، خیشاوند و پزشک مخصوص امیرعباس هویدا درباره هویدا و به ویژه دوره زندان در قبل از انقلاب و بعد از انقلاب، از بین پیام ها و ایمیل هایی که آمد، که کلی ایمیل اومد و پیام اومد و اینها، به دو موضوعش باید بپردازم. یکی این که خیلی ها پرسیدن که مزار هویدا کجاست. آخر برنامه هفته پیش البته سنگ مزار رو نشون دادیم، منتها خب چون آخر برنامه بود و فرصت هم کم، شاید خیلی ها ندیدن. میبینین که الان پایینش آدرس رو نوشته: بهشت زهرا، قطعه 82، ردیف 49. این نوشته زیر، آره قابل خوندنه. خب ردیف 49 شماره 37. اسمی که روی سنگ مزار نوشته شده، البته همینطور که دارین میبینین، برای رد گمکنی بوده. اسم امیرعباس هویدا نیست، چون با اسم هویدا تو اون اوضاع به ویژه نمیشده که دفن کنن و سنگ قبر بذارن، و این سنگی که قبر همچنان تا امروز مونده. و خب آدرس را من دادم دیگه. حالا باری نکته دوم، در پیوند با برنامه هفته پیش، ایمیل های انتقادی دی از بیننده هاست به بعضی از صحبت های دکتر فرشته انشا در برنامه هفته پیش، که مشخصا یک عبارتی که ایشون فرمودن در پیوند با دکتر شاپور بختیار، آخرین نخست وزیر قبل از انقلاب. یکی از این ایمیل ها رو براتون میخونم که در واقع جامعه تر از بقیه ایمیل هاست و در برگیرنده اغلب انتقاد هاییست که شده، از همه جوانب تا حدودی نگاه کرده به قضیه. از اصفهان، آقای ارسلان فاتح نوشتن: با سپاس از روشنگری های سیاسی و تاریخی شما در برنامه صفحه آخر، و با توجه به اینکه امکان اظهار نظر را در برنامه مربوط به آقای امیرعباس هویدا باقی گذاشتید، فرصت را مغتنم شمرده و ایرادات و نقد خود را به بخش های از اظهارات خانم انشا بیان می کنم. نخستان که ایشان در میان روایت مربوط به دلیل ماندن آقای هویدا در ایران، ناگهان و بی مقدمه با آوردن نام دکتر شاپور بختیار، با لفظی ناپسند در مقام مقایسه برآمد و اظهار کرد که هویدا مانند بختیار نبود که ناگهان غیبش بزند. اولان که به گواهی تاریخ و برخلاف گفته خانم انشا، بختیار نه تنها مانند یک تماشاچی ناگهان از صحنه غیبش نزد، بلکه اثرگذارترین و پرمخاطره ترین راه را برای مبارزه با فاشیسم مذهبی خمینی و حکومت برساخته او در پیش گرفت، و همو بود که پس از خروج از نخست وزیری، یک روز پیش از به اصطلاح همه پرسی برای جمهوری اسلامی، جان برکف از مخفیگاه خود در قلب تهران به ملت پیام فرستاد که من به این جمهوری رأی نمی دهم. راهی که او آن روز در پیش پای ما گشود و تا کنون حتی پس از 42 سال، با هر مقیاسی که بنگریم نسبت به سایر مبارزات و اپوزیسیون، همچنان سرآمد و کارسازتر از باقی شیوه های مبارزاتی بوده است، و او خود نیز بیواهمه از جان خود با قاطعیت و شهامتی بیبدیل آن را ادامه داد، بنابراین پیش بینی که خود او همواره از امکان کشته شدن در این راه داشت، این تهمت و نسبت غیب شدن از ترس جان به وی را کاملا بی پایه می نماید، کما اینکه در نهایت
ترور سبوانه وی که به لحاظ شدت خشونتی که در کشتنش به کار رفت سابقه و نظیری نداشت. سلاخی وحشیانه با ضربات چاقو و بریدن گلو، همان سرنوشت مرگ را برایش رقم زد. مرگی که حتی بسیار وحشیانه تر از تیربارانهای اول انقلاب و اعدام هویدا با گلوله توسط انقلابیون بود. به شخصی چون شاپور بختیار که از ابتدای پذیرش نخست وزیری که در آن شرایط دشوار و خطرناک تمام عواقب آن را به جان خرید و پس از آن هم مبارزه را در زنده ماندن و ادامه دادن راه در مکان و موقعیتی دیگر دید، وارد کردن تهمت غیب شدن و فرار افترایی است عاری از انصاف و فهم تاریخی. همچنین اگر بنا به مقایسه‌ای بین تصمیم این دو شخصیت هم باشد، خرد هر انسان دوراندیش و مبارزی که آگاهانه پیشامدها را پیش بینی می‌کند، مانند بختیار به رفتن به مکانی دیگر حکم می‌کند تا بتواند در برابر استبداد نوپای خمینی قد علم کند. ولی شخص ناآگاه به شرایط است که گمان می‌کند خمینی و جلادانش در پی محکمه منصفانه هستند، پس خود را به دادگاه‌های خلخالی می‌سپارد. نکته دوم، خانم انشا که مدعی هستند آقای هویدا به واسطه تحصیلات در اروپا با سودای دموکراسی خواهی و به کرسی نشاندن حاکمیت ملی و قانون اساسی مشروطه به ایران برگشتند، آیا می‌توانند تنها به یک قدم هویدا در راه احیای مشروطه اشاره‌ای داشته باشند؟ مگر نه اینکه ایشان طی 13 سال صدارت خودشان همواره فرمانبر مطیع و بیچون و چرای استبداد آریامهری بودند؟ کما اینکه در دادگاه خلخالی پاسخ هویدا به تمام اتهامات ترجیح بند من فقط مطیع سیستم آریامهری بودم بود. آیا این خلاف نص صریح همان قانون مشروطه ای نبود که نخست وزیر را شخص اول قوه مجریه و شاه را مقام نمادین و دارای اختیارات محدود به قانون می داند؟ مطیع محض شخص پادشاه بودن کجایش زمین سازی دموکراسی در ایران است؟ با تشکر، ارسلان فاتح، اصفهان. خب، و اما حسن میرکاظمی، حسن رعیت، مرداد 98 بازداشت شد. 22 فروردین امسال، چند روز پیش، اولین جلسه محاکمش برگزار شد به اتهام سردستگی باند فساد مالی. عرض کردم ایشون معروف به حسن رعیت هستند، متولد 1351، از سال 88 مشهور همگان شد با این عکس، ترک موتور گروه های ضربت، لباس شخصی های مدافع ولایت، از وحشی هایی که افتاده بودن به جون مردم تو اعتراضات خیابانی سال 88. بعد همین آدم بیشتر شناخته شد با عکس هایی که از او و بابک زنجانی منتشر شد، با که این یکیش حالا مثلا تو هواپیمای شخصی و اینا. بعد سال 92 که عکسای باغوش خصوصیش تو فضای مجازی چرخید، خب بیشتر باز شناخته شد. و این وسط خیلی ماجراها اتفاق افتاد تا یک شنبه پیش 22 فروردین اعلام کردند که اولین جلسه محاکمه حسن رعیت برگزار شد. اعلام کردند که محاکمه غیرعلنی است. چرا؟ بس این عکس ها از دادگاه و گزارش هایی که منتشر شده از کجا اومده که غیر علنیه؟ حالا نشون خواهیم داد بعضی این عکس ها رو. من قبلا هم به این واقعیت سانسور رسانه‌ای در ایران اشاره کرده بودم که دیگه واقعا تقش در اومده که بزنین قبل از هر توضیح نمونه ها رو نشونتون بدیم. گزارش خبرگزاری دولت این از نخستین جلسه محاکمه حسن میرکاظمی، این همین گزارش فرمایشی بدون یک واو کم و زیاد تو خبرگزاری تسنیم منتشر شده. ایرنا مال دولت، خبرگزاری جمهوری اسلامی، تسنیم مال سپاهه، به قول بی‌طرفان نزدیک به سپاهه. این دوتا که مثلا مال دو جناح رقیب حکومت از نظر بعضی ها هستند، به اضافه نمیدونم فرارو، همشهری، اقتصاد آنلاین،
آفتاب نیوز و غیره و غیره، همه عین یک گزارش رو زدن. یعنی چی؟ یعنی هیچ خبرگزاری و خبرنگاری گزارشی تهیه نکرده از دادگاه، این متن رو به عنوان گزارش محاکمه فرستادن برای همه رسانه ها. این همه روزنامه‌نگارای ایران میدونن، که یا کسایی که کار کردن در ایران حالا خارجن میدونن این دیگه رایج بوده است دیگه، این گزارش رو بزنیم. من خودم شاهد بودم، اینو کوتاه بگم. جناب آقای خرازی صادق، چی صادق نه، خرازی وزیر خارجه خاتمی آمده بود لندن، در چاتام هاوس لندن کنفرانس خبری داشتیشون با وزیر خارجه انگلیس، و سخنگوی وزارت خارجه در کنارش بود، خبرنگار یعنی گزارشگر سیمای جمهوری اسلامی هم اونجا بود، بنده شخصا اونجا بودم با دوستانی که اون موقع در بی بی سی کار میکردن، خبرنگار بی بی سی هم بود و اینها، یعنی همه شاهد بودیم که یک برگر رو آقای سخنگوی وزارت خارجه داد به گزارشگر صدا و سیما، گفت بیا اینو بزنیم. گزارش اون بود، تازه دوره خاتمی بود و دوره خرازی ها بود و اینایی که خیلی پوز. مثلا حالا بگذاریم، این تو پرانتز گفتم که بدونین از اول بوده تا حالا، یه چیز جدیدی نیست. باری حالا بحث بر سر این دادگاه های اقتصادی است. حقیقت این است که رئیسی وقتی شد رئیس دستگاه قضا، سر و صدای همه در اومده بود، همه میدونیم از فساد دستگاه قضایی و فساد خود رئیس قوه قضایی صادق لاریجانی. گفتن رئیسی رو آوردیم، آقا رئیسی رو آوردن تا عدالت گستری بکنه. سید قاطع عدالت گستره. از وقتی که رئیسی شده رئیس، چند تا دادگاه مفسدان اقتصادی برگزار شده. همه دادگاه ها برای پاکسازی پرونده ها از مسئولان نظام مقدس بوده. یکیش همینه که حالا صحبت میکنیم. جلسه دوم دادگاه محاکمه رعیت چهارشنبه دو روز پیش برگزار شد. اسم 21 نفر رو خوندن به عنوان متهم. متهم ردیفه یک حسن رعیت، ردیفه دو برادر زنش مسعود معتقده که تو خیلی از شرکت ها باهاش بوده، سومی باقر شعاره که میگن متواریست. بعدن از بین دو تا داشای رعیت که شریکشن تو یکی از شرکت ها، یکیشون اصلا اسمش تو متهمان نیست، یعنی یکی از شریکای رعیت رو گذاشتن بیرون از پرونده تا کارا رو بیرون راستوریس کنه. یه داداشش هست، صد روح الله میرکاظمی، داش رعیت. 17 نفر بقیه، یکی دو تاشون رئیس بانکن، بقیه رو ابدا اسمشون هم نشنیدین یا نمیشناسین اصلا. وحید اشتری روزنامه‌نگار نوشته حسن رعیت که تحریم دور نمیزده، سردار سپاه هم نیست و نمیشود مثل عیسی شریفی معاون قالیباف و مهردادی و سیف اطلاعات سپاه فعالیت‌هایش را امنیتی جلوه داد. طبق کیفرخواستی که رسانه‌ای شد، هم نهایتاً یک بدهکار کلان بانکی است. با کدام بهانه باید دادگاهش غیرعلنی برگزار شود؟ حرف حساب دیگه. ولی مگه سعید مرتضوی تحریم دور میزد و سردار سپاه بود؟ اکبر طبری 20 سال معاون اجرای قوه قضاییه مگه تحریم دور میزد یا سردار سپاه بوده؟ 17 تا متهم بودن تو پرونده طبری، اوی شدن 12 تا. چی شد اصلا پرونده اون دادگاه غیرعلنی؟ اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه، اژه‌ای معاون اول رئیسی و گردن کلفتای دیگه ای که طبری تو دفاعیاتش اونها رو شریک جرم اعلام میکنه و در برنامه مفصل بهش پرداختیم، چرا به کلی اصلا نادیده گرفته شدن؟ اصلا تو پرونده نیستن، چه برسه توی دادگاه بیان؟ یعنی خودشون متهمن، خودشون مجرمن، دارن تو همون پرونده ای که خودشون مجرمن دارن یکی محاکمه میکنن.
اصل حرفم اینه که این دادگاه که مثلا قرار بوده به فرمان آقای امام خامنه ای به عنوان دادگاه ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی به صورت علنی و شفاف برگزار بشود، فقط نمایش برای انحراف از خان عمومی از مسببان اصلی این همه دزدی و غارت و فساد و حکومت و مصیبت و بدبختی مردم. وگرنه هیچ وقت بارها گفتم چاقو از خودش نمیبره. در پیوند با محاکمه حسن رعیت هم میبینیم که همین حقیقت از همون اول آشکاره. صحبتای نماینده دادستان رو توی همین جلسه اول دادگاه بشنویم. سید حسن میرکاظمی فرزند سید علی اصغر مشهور به رعیت متولد 1-1-1351 متهم است به 1. مشارکت در اخلال عمده در نظام پولی و ارزی کشور از طریق اخذ مبالغ کلان ارزی و ریالی با تقلب از بانک ها معادل 400 میلیون دلار و بیش از 5000 میلیارد ریال منجر به اخلال در نظام اقتصادی کشور با وصف سردستگی. با وصف سردستگی، یعنی از همین اول تاکید می شود تا همه بدانند که این خودش سردست است. دیگه بالا سر این آدم کسی متهم نیست. همه مظلومن که این رعیت ها باعث بی‌آبرویی‌شون میشن. چقدر میگه آقای دادستان در کیفرخواستش به اصطلاح 400 میلیون دلار این آقا بالا کشیده و بیش از 5000 میلیارد ریال. این پولا رو کی و رو چه حسابی گرفته؟ من در ضمن این دادخواستیم که کیفرخواستی که به اصطلاح منتشر شده رو براتون یه تیکه‌هایشو بگم که در سال 98 هم علیرضا زاکانی که حالا رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس است گفته بود میرکاظمی یا همون رعیت 37 میلیون یورو از بانک صادرات گلستان وام گرفته تا کالا وارد کنه، نه کالا وارد کرده نه پول پس داده، ارز رو هم از کشور خارج کرده. سود و بدهی این پرونده 1500 میلیارد تومان میشده. حالا رئیس اون بانک صادرات گلستان هم جز متهم است. همچنین این متهم 161 میلیون دلار تسهیلات برای راه انداختن کارخانه گرفته اما کارخانه هنوز خاک می‌خورد. خب اولین تو همین اولین جلسه دادگاه طبق معمول دادگاه جمهوری اسلامی یک کلیپ های گزینه های از جلسه رو در میارن، علمای اعلام و صاحبان اصلی قدرت میدن به رسانه‌های خودی که پخش کنن. تو این کلیپ نماینده دادستان میگوید که کی و رو چه حسابی این صدها میلیون دلار رو حسن رعیت گرفته. در دهه سوم زندگیشون از 30 سالگی تا 40 سالگی دریافت کردن تسهیلات رو. چطور میشه یک جوان 30 ساله خودش میتونه این تسهیلات رو دریافت کنه به این میزان و به این مبلغ؟ و این چیزی نبود جز ارتباط ویژه با برخی از مسئولین و مفسدین اقتصادی که اتفاقا در همین دادگاه محاکمه شدن و در کیفرخواست هم نام اینها اومده، افرادی مثل اکبر طبری، مثل قاضی منصوری و مثل بابک زنجانی. ایشون یارغار آقای بابک زنجانی بودن. اون روزی که روز اولی که آقای بابک زنجانی هست تو مکتوب نوشتن، همون روز اولی که آقای بابک زنجانی دستگیر شد به بازجو شماره آقای رعیت رو داد، گفت به واسطه نفوذی که توسط آقای طبری داره شماره ایشون رو متن کیفرخواست داد که کار ما از اون طریق حل بشه. نمیدونم چی بگم. زنجانی رو سال 92 گرفتن، میگه روز اولی که گرفتن دی ماه، فکر میکنم نهم دی ماه 92 بود، به هر حال میگه اون روز آمدند، بله 9 دی 1392، میگه روز اول زنجانی شماره تلفن رعیت و شماره تلفن این باند، یعنی با هم دیگه کار میکردن، شماره تلفن اون معاون اجرایی 20 ساله قوه قضاییه رو میده به رعیت که برین، ببخشید به رعیت میگه برو اون معاون اجرایی قوه قضاییه رو ببینو و شماره تلفنش میده که برو اون کارمو درست کنه. آقا از سال 92 تا حالا رعیت داشته به همین مفسده در بلاد اسلام ادامه میداده.
چی شده الان رفتین گرفتینش؟ حالا اینا رو آقای دادستان، نماینده دادستان میگه که بگه خب زنجانی رو که گرفتیم بهش هم اعدام دادیم تو زندان، الان تبری رو هم که گرفتیم بهش 20 سال زندان دادیم اونم تو زندان، الان این باند مفسد حالا با گرفتن رعیت نابود کردیم. حالا اینکه این آدم اینقدر نزدیک به بابک زنجانی مفسد، چرا اصلا اسمش هم تو پرونده بابک زنجانی نبود و تو تمام سالهایی که بابکمون زندان بوده رعیتمون داشته مفسده میکرده در بلاد اسلام، یا اسمش تو پرونده تبری هم نبود، یا وقتی که بهمن 91 همین رعیت، یعنی یک سال قبل از اینکه بابک بازداشت بشه، همین رعیت با سعید مرتضوی التماس‌های رشوه‌خواهی باقر فاضل لاریجانی رو از بابک زنجانی که میگفت بهش بگین مای 15000 دلار به من بده، من همه کاراشو تو مجلس قوه قضایی از طریق داداشام که رئیس این دو قوه بودند حل میکنم و یواشکی ضبط صدا و تصویر میکردن تا بدن به رئیس باندشون احمدی نژاد که ببره مجلسشون آبروی باند لاریجانی ها رو ببره. چرا اصلا اون قضیه کلا بسته شد سال 91 و همه از جمله همین رعیت به مفسده ادامه دادند؟ من فقط محض یادآوری و کمی بیشتر شناساندن حسن رعیت بگم که دو تا فیلم ضبط شده با کیفیت بد بود، اینایی که ضبط صدا و تصویر یواشکی کرده بودن این باند احمدی نژادیا از لاریجانی ها، که یکیش از ملاقات های فاضل لاریجانی با سعید مرتضوی برداشته شده بود و یکی دیگه جلسه سعید مرتضوی و بابک زنجانی و حسن میرکاظمی، یعنی همین رعیت آقا بود که داشتن توضیح میدادن که چجوری فاضل لاریجانی از بابک زنجانی درخواست رشوه کرده فلان. تو این فیلم دومی که تصویرش هم خیلی بد خوب دیده نمیشن، ولی صدا واضحه، حسن رعیت توضیح میده به سعید مرتضوی که اگه بتونیم ببینین وسط فیلم بابک زنجانی اون گوشه نشسته، این مرتضوی که اولش یکم صحبت میکنه با لهجه کرمونی این بر نشسته و روی کاناپه این طرف حسن رعیت نشسته که صداش کاملا واضح الان میشنوین که چجوری فاضل لاریجانی به حسن رعیت فشار میآورده که یه ملاقات ترتیب بده با بابک زنجانی تا من مستقیم ازش طلب رشوه بکنم. میگم پیگم من خودش آفتاب محتاب کرد، من میدونم بیدون اون فاضل چیه، از این برای اون رو در خودش برسونه به این گوه آقا یه کاری که ما با این رو در روشیم، ایشون هم تو خاطر داشته شما رو در روشیم که من اونجا بودم. پی گفتم آقا نکن ندار، گوه آقا من میخواد این رو ببینیم من چی کنم، هیچ چی بتر از صداقت نیم به آقا دیگه گوه آقا داشته آقا جاغاز گفتن باشه، گوه آقا به من که چیزی نمیگیم بخوام اینو ببینم. آره اون تیکه اولش که گفتم ملحچه کرمونی سعید مرتضوی رو دوستان حذف کرده بودن، مهم نیست، ما مهم این بود که صدای آقای رعیت رو بشنویم که داشتن با هم دیگه اینا صحبت میکردن. خب گفت من میخوام اینو ببینم، اینو دید، یعنی بابک زنجانی رو دید فاضل لاریجانی و ازش رشوه خواست و رسوایی که دیگه همتون میدونین. چی اون پشت و پسله بده بسون کردن که قضیه رو به کلی بستن؟ 10 سال این رعیت باغوحش خصوصی درست کرده، کلی پرنده و چرنده و 17 تا ببری که باغوحشای ایران ندارن اونجا ول کرده، مسئولان نظام مقدس رو میبرده اینا رو نشونشون میداده که گولشون بزنه. نام برده با کسب مال از طریق نامشروع یک باغوحش خصوصی و تفریحگاه مجهز به مساحت 17875 متر مربع که در بین افکار عمومی به بهشت گمشده مشهور می باشد را راه اندازی و از همین رو سبک متفاوت و مؤثری نسبت به سایر مفسدین اقتصادی در دعوت و جذب متنفذین اتخاذ کرده است. نامبرده این مکان را تبدیل به محلی برای دعوت از تمامی طیف‌های تأثیرگذار نموده تا به نحوی از آنها در موقعیت‌های مختزی از این افراد در پیشبرد مقاصد خود بهره‌مند شود. وی با جمع‌آوری و ایجاد کلکسیون شامل برخی موارد منحصر به فرد و نادر از جمله حیوانات، موتورسیکلت‌های سنگین و خودروهای خاص نموده و بخشی از این دارایی را به عنوان هدایا تقدیم برخی از افراد تأثیرگذار کرده است. عباس عبدی روزنامه‌نگار نوشته است
در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که امور پنهانی مردم عادی هم رصد می‌شود و برای حکومت آشکار است. چگونه ممکن است که اقدامات و امکانات حسن رعیت وضعیتی آشکار محسوب نشود؟ اینکه افراد نزدیک و دور و مطلع از زندگی او به خود زحمت ندادند تا بپرسند چنین زندگی اشرافی را از کجا تأمین کرده، پرسش کوچک ماجراست. پرسش مهمتر این است که چرا چنین سبکی از زندگی توانسته لانه‌ای برای جذب صاحبان قدرت باشد؟ کسی نمی‌پرسد این همه ثروت از کسی که هیچ نوع کارآفرینی ندارد از کجا آمده؟ کسی نمی‌پرسد که این سبک زندگی برای کسی که حداکثر هنرش نشستن بر ترک موتور و به نام انقلاب علیه معترضان برخورد کردن است از کجا آمده؟ کسی نمی‌پرسد که چرا این همه افراد صاحب قدرت به آنجا رفت آمد داشتند و خیلی هم از داشتن این رابطه و رفت آمد مشعوف بودند؟ عباس عبدالله تو این مقاله نوشته خیلی هاش حسودیشون شده بوده و این خیلی بده. حالا این صاحبان قدرت کیان؟ حسن میرکاظمی، همین رعیت آقا، در حلقه امنیتی ها و چماخکش های زیر نظر آقا مرتضی رضایی بوده از اطلاعاتی ها و سپاهی های با نفوذ اوائل انقلاب که همچنان نفوذش رو حفظ کرده این آدم و امکانات مالی که حسن میرکاظمی داشته همه از صدق سری رعیتی مرتضی رضایی است که یکی از فاسدترین و متمولترین سپاهی های به اصطلاح بازنشسته نشسته در بیت رهبر معظمه. در این باره حالا خواهم گفت، بذاریم این صحبت رو در برای حسن رعیت تموم بشه، لااقل به یه جایی برسه. حسن رعیت چنان که از وجناتش و طرز حرف زدنش که شنیدین پیداست، در لاتولوت های تهرون و هیئتی با مداها که کلی نوچه همیشه دور برشونه، نزدیک مخصوصا با محمد رضا طاهری و محمود کریمی که هر دوشون مطلوب رهبرن و تو بیت آقا عشق میگیرن دیگه، میدون سالها در هیئت سارالله مسجد امام الهادی شمس‌آباد در شرق تهران میزبان طاهری و کریمی بوده است، حداقل رفیق 20 سالن احمدی نژاد که میشه رئیس جمهور سال 84، بازار این جماعت رونق میگیره دیگه، میدونین اون جماعت لاتولوتا و مده ها و اینا مخصوصا از دوره احمدی نژاد خیلی رونق میگیره. حسن رعیت یه مؤسسه میزنه با محمد رضا طاهری مداح به اسم مؤسسه مکتب الزهرا. سه سال بعد شرکت لوح مهرندیشو میزنه که کارش تبلیغ تکیه ها و هیئت ها و ضبط و پخش سی دی مداحیا، مثلا لوح فشرده مداحیا، مخصوصا مداحیای همین دو رفیق گرم و به گلستانش محمود کریمی و محمد رضا طاهری. این وصل بودن سید حسن میرکاظمی رعیت به مداهای بیت و از همه مهمتر به مرتضی رضایی اطلاعات سپاه اعتبار و امکانات مالی فراوانی واسش میاره. یه عده که میشناسنش شرکت که میخوان بزنن رعیت رو میارن میکنن عضو هیئت مدیرشون. فقط تو یکی از این شرکت هاست که میتونه سید حسن رعیت داداشاش هم بیاره بکنه عضو هیئت مدیره که خواهم گفت. حسن رعیت سال 85 می شود عضو هیئت مدیره شرکت پارسیان فلز البرز با دو نفر دیگه، باقر شعار و برادرزنش منصور معتقد. دیماه 87 بانک کشا، دو سال بعد بانک کشاورزی نامه میزنه به دادسرای امور اقتصادی کشور که حسن رعیت 175 میلیارد تومان بدهکاریشو نمیده. سال 87 چجوری گرفته؟ در نامه قید شده 40% تو صحبتای تو همین دادگاه اول هم هست، کیفرخواست مثلا نماینده دادستان که 40% یعنی رسما میگن 40% دریافتی های حسن رعیت از بانک ها طبق صحبت های دادستان بدون
هیچ وثیقه‌ای بوده. یه سال بعد سال 88 تو اعتراضای خیابانی با چماق و کلت کمری میفته به جون مردم تو خیابون، چند تا آدم کشته سال 88 این آدم. و قبل و بعد از اون تو اعتراضای سال 96 97 این جنایت هاست که اینا رو بهشون وجهه ارزشی میده تو نظام مقدس. بهمن همون سال 88 به من اینو بگم که خیلی مهمه رد نشیم، این که میگم بهشون وجهه ارزشی میده، سعید مرتضوی وقتی که ازش سوال کردن که تو چرا با اصلا چجوری آشنا شدی با بابک زنجانی، گفت من اصلا بابک زنجانی رو نمیشناختم و آقای حسن میرکاظمی بابک زنجانی رو به من معرفی کرد سر ماجرای سازمان‌های تامین اجتماعی، سازمان تامین اجتماعی اون نزدیک 150 شرکت که واگذار می‌خواست بکنه به بابک زنجانی و کرد در واقع بعداً این آشوب مالی و اقتصادی به وجود اومد. میگه من اصلا بابک زنجانی رو نمی‌شناختم. آقای حسن میرکاظمی که یک فرد بسیار معتبر ارزشی است او رو به من معرفی کرد. بهمن همون سال 88 بدهی های حسن رعیت به بانک که تسویه نمی شود هیچ، حسن رعیت می شود عضو هیئت مدیره شرکت کارخانجات دنیای فلز با دوتا داداشاش سید روح الله و سید علی اصغر. تو بعضی از این شرکت ها که همشون هم سهامی خاصن، حسن میرکاظمی یعنی همون رعیت آقا می شود رئیس هیئت مدیره و فقط با امضای اون میتونه هر اقدام مالی انجام بگیره. سال 97 این آدم میشه عضو هیئت مدیره مجتمع فولاد و ذوب‌آهن ازنا علی گودرز، کیلومتر 18 جاده ازنا. با کدوم پول؟ از کجا آورده؟ پنج سال قبل از اینکه رعیت بشه عضو هیئت مدیره یکی از بزرگترین مجتمع های فولاد کشور یعنی همین ازنا علی گودرز که بهتون گفتم، یه اتفاقی افتاد که کمتر کسی دریافت که حسن رعیت هم تو اون اتفاق تو اون ماجرا بوده. یه زن شوهر جوان داشتن با یه پژو 206 از روزه برمیگشتن خونه، 5 دی ماه 92 ساعت 12:30 شب تو اتوبان شهید بابایی تهران. محمود کریمی مداح آقا امام خامنه ای یا حسن رعیت بهشون تیراندازی میکنن. آقایی که به ماشینش تیراندازی شده به خبرنگارا میگه، همون که میگم پژو 206 با زنش داشتی میرفته دیگه، به خبرنگارا میگه در تاریخ 5 دی ماه ساعت 12:30 شب در اتوبان شهید بابایی به همراه همسرم در خودروی 206 من به همراه دو خودروی دیگر در مسیر در حال تردد بودیم. من با خودروام یک لحظه سبقت گرفتم و بعد دوباره کنار آمدم. ما در حال حرکت بودیم که به در عقب ماشین سمت پایین شلیک شد. من کنار زدم. ماشین دیگر هم ایستاد. همون شلیک کننده که یه تویوتا شاسی بلند بود. از خودرو که پایین آمدم با دیدن چهرهشان حد زدم که محمود کریمی هستند و ما فکرش را هم نمی کردم که طرف هم مداح اهل بیت باشد. بعد مقامات مسئول از قول محمود کریمی گفتن که اینا یعنی این زن شوهر با پژو 206شون راه ما رو سد کردن، چون اینکه دوبار سبقت گرفتن اومدن جلومون. ما هم اول تیر هوایی زدیم، بعدم که ما نستادن زمینی زدیم. اسلحه کجا آوردین؟ بر چی زدین؟ خبرنگارای بعضی روزنامه ها دمشون گرم میرن از 14 مداح مشهور نظرخواهی میکنن، میپرسن همون موقع که چند تا از این آدم ها اسلحه با مجوز دارن. دو تاشون اسلحه با مجوز داشتن، مرتضی طاهری و محمد رضا طاهری، یعنی همون شریک اقتصادی حسن رعیت. مجوز اسلحه برای چی داره؟ یک، برای چی؟ به قول یکی از روزنامه‌نگارا نوشته بود ما کی دیدیم که یکی از مداها ترور بشه که باید مجوز اسلحه داشته باشن از خودشون بخوان مثلا دفاع بکنن.
حالا از اون بگذاریم. همین محمود کریمی و رعیتش که بغل دستش تو ماشین بود، اینا اسلحه داشتن که تیراندازی کردن دیگه. محمود کریمی که مجوز نداشته، جز همون 14 تا بود که ازش سوال شده بود. ولی سردار رادان رئیس پلیس به دروغ میاد میگه مجوز داشته که تیراندازی کرده. سلاحی که در اختیار ایشون بوده مجوز داشته و قانونی بوده، سلاح غیر قانونی نبوده. پرونده تشکیل شده، به مرجع قضایی ارسال شده، اونجا رسید شده و در مرجع قضایی داره رسیدگی میشه. چهارشنبه 25 دی یعنی دو هفته بعد از اون اتفاق، اژه‌ای دادستان کل کشور کنفرانس خبری داره، به کلی موضوع رو بر میگردونه. طبق معمول دیگه، این اژه‌ای دیگه دروغ میگه. با اینکه ایشون گفته اصلا من شاکی نبودم، از اولش هم شاکی نبودم، بعدم که اومدم به دلیل اینکه فردا نگن که آقای ماشینت کجا تیر خورده و الان هم فقط خسارت ماشین من، اصلا نه شکایتی دارم و نه. این وقیح تر از این اژه‌ای من نمیدونم واقعا کیه. اژه‌ای که دادستان وقت کل کشور اون موقع ها به کل منکر تیراندازی محمود کریمی میشه، که حتی رادان جانشین فرمانده، حالا میشنوید، حتی رادان جانشین فرمانده کل نیروی انتظامی اون موقع که مستقیم مسئول گزارش حادثه است، گفت که کریمی زده و مجوز حمل سلاح هم داشته. حالا ببینید اژه‌ای چی میگه. از فردی که بغل دستش نشسته بود تحقیق شده که بعد او که اومده گفته که اصلا من تیراندازی کردم، آقای کریمی پشت فرمون و او تیراندازی نکرد، من تیراندازی کردم و تیراندازی هم من سلاح مجوز داشتم. خب ببینین، من بی خودی این جزئیات رو توضیح ندم، خودتون هم دریافتید ماجرا رو. اینا رو پخش کردیم تا یه نتیجه بگیریم. یکی این که ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کار میشن تا مداح لات و افتیرکش رهبر معظم و رفع اتهام کنن. اون موقع همینطور که رفع اتهام شد، تبرئه شد اصلا، و مواظب باشن در ضمن که هیچ اسمی از اون نیروی لباس شخصی مهمشون حسن رعیت تو این قضیه برده نشه. هیچ اسمش برده نشد، فقط همین اشاره بود که بغل دستیش گفته من شلیک کردم. بعضی هم گفتن پسر محمود کریمی بغل دستش نشسته بود. تو روزنامه اون موقع همه بود دیگه، سال 92. اول جانشین فرمانده ناجا میاد میگه کریمی زده ولی مجوز داشته. بعد دادستان کل کشور میگه این صحبت های رسمی دیگه، دادستان مقامات. دادستان کل کشور میگه کریمی نزده، بغل دستیش زده و مجوز حمل سلاح داشته، ولی نمیگه بغل دستیش حسن میرکاظمی بوده، همین رعیت مرتضی رضایی. پرونده اون تیراندازی مختومه شد و تمام. مرتضی رضایی کیه که این رعیتشه؟ مرتضی رضایی از بنیانگذاران سپاه پاسداران، فرمانده سپاه از تیر ماه 59 تا شهریور 60، از تأثیرگذارترین افرادی که سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی رو پایه‌گذاری کردند. حتی در سال‌های بعد مثل سازمان اطلاعات سپاه، مرتضی رضایی از پایه‌گذارای نیروی قدس سپاه پاسداران هم هست. سال 62 تو جریان جنگ ایران و عراق قرارگاه رمضان تشکیل میشه با تصویب شورای عالی دفاع، با همکاری نیروهای عراقی مخالف صدام که در ایران بودن. قرارگاه رمضان اولین تشکیلات رسمی سپاه پاسداران بوده برای عملیات برون مرزی، در واقع هسته اصلی نیروی قدس سپاه. مرتضی رضایی می شود اولین فرمانده قرارگاه رمضان در همان سال 62. سال 17، سال بعد، سال 72 با حکم خامنه‌ای میشه مسئول حفاظت اطلاعات سپاه. گرچه اسم مرتضی رضایی همیشه با اسم حسین طایب به عنوان آدم های اصلی اطلاعات سپاه و نزدیکترین افراد اطلاعاتی به مشتبه خامنه‌ای آمده، اما کمتر اسم مرتضی رضایی و حتی عکسش علنی شده. میگن نمیدونم فرمانده بی تصویر سپاه و نمیدونم فلان و راز و رمزی بهش بدن اینا، در حالی که دلیلش چیز دیگه است. حالا خواهم گفت. در جریان اعتراضای خیابونی مردم در سال 88 اسم مرتضی رضایی به عنوان عضو تیم فرماندهی زیر نظر مشتبه خامنه‌ای در کنترل اوضاع برای اولین بار مطرح شد. سال 88
اسمن این آدم بازنشسته شد بعد از شلوغ در زمستان پاییز یا زمستان 88 بازنشسته شد، اما همچنان با این بازنشستگی اسمیه دیگه، همچنان در بیت به عنوان مشاور نزدیک اطلاعاتی مشتبه خامنه ای ادامه خدمت میدهد به نظام مقدس در کنار فعالیت های اقتصادی کلانی که براش انجام میشه. و دلیل این که بی تصویر مثلا هست رمز و راز لااقل براش درست میکنن، این تمام خلاصه دارایی هایی است که از حجبر یزدانی در قبل از انقلاب این آدم تصاحب کرد و داره ماستش رو میخوره دیگه، نیازی نداره برای چی مطرح بشه که بعدم بیان یا اینجا اونجا یقش رو بگیرن. ببخشید فریبرز کلانتری روزنامه‌نگار در گزارش دقیقی که نوشته است در وبسایت زیتون منتشر کرده، این گزارش رو نوشته پیش از انقلاب 57 حجبر یزدانی از متنفذین سیاسی و اقتصادی دوره پهلوی صاحب بیش از 30 واحد صنعتی و اقتصادی و دامداری بود. از جمله این موارد میتوان کارخانه قند شیروان، کارخانه قند کرج، کارخانه قند قزوین، قند اصفهان، قند شازند، کفش اطمینان و کارخانه پاکریس سمنان و حدود 1,000,000 رأس دام را نام برد. اینا به کی میرسه؟ مرتضی رضایی گرچه خود در زمان مسئولیت در هیئت مدیره شرکت‌های مختلف سپاه مانند بنیاد تعاون سپاه عضو بود، اما در مجموعه دیگر از شرکت‌های مرتبط با دام و زمین مانند مزرعه خوشه طلایی ایرانیان، کشت و صنعت مبین دام نیاکان، دام کشت سبزینه آفتاب برکت و یکتا سازان اورامان شمال غرب هم عضویت داشت. سال 91 مرتضی رضایی این شرکت ها رو میسپره دست گلپسرش مصطفی رضایی. ببینید دیگه، ببینید بیش از 400 شرکت تو در تو، نکته قابل تأمل اینجاست که بیشترین فعالیت مصطفی رضایی بالاخص در صنعت دامداری و کشاورزی درست در مناطقی که حجبر یزدانی فعالیت داشت متمرکز است، مانند شهرهایی چون سمنان و شهرمیرزاد. اما این آدم کلان دزد سپاهی معروف به دست راست مشتبه خامنه‌ای، آدم بسیار خطرناکی هم هست حتی در تصفیه شرکا و دوستان خودش. ترور حاج رضا فرمانده یگان ویژه هجرت سپاه در سال 93 یه نمونه است از حذف فیزیکی رقبا برای تکخوری از سفره انقلاب. حاج محمد رضا حاجیان نژاد که بهش میگفتن حاج رضا حاجیان، که مدتی تو بلوچستان مسئول نیروهای سپاه بود، سال 1380 یه شرکت سرمایه گذاری میزنه به اسم شرکت سرمایه گذاری تلاشگران فلق. بعد فعالیتش رو گسترش میده، درآمد کلون، واردات صادرات و اینها، ولی ناگهان زمین میخوره با توطئه هایی که مرتضی رضایی براش میچینه. خودش و خانوادهش میگن دار و ندارمون حسین طائب و مرتضی رضایی تصاحب کردند، که جزئیاتشو حاج رضا یعنی حاج محمد رضا حاجیان نژاد در سه کتاب نوشته که منتشر شده به اسم فریاد عدالت یک سرمچار. سرمچار به بلوچی گویا یعنی رزمنده علیه ستم. تو این کتاب ها که رونت هست میتونین بخونین درباره مشتبه خامنه ای، حسین طائب، مرتضی رضایی و بقیه فرمانده های سپاه در حذف فیزیکی، قاچاق ارز، قاچاق مواد مخدر، دخالت در انتخابات و غیره، همه رو رسوا کرده و از خود چونده. حاج رضا حاجیان 11 خرداد 93 جلو در خونش در دامغان به رگبار بسته میشه، 12 گلوله بهش میخوره، کشته میشه در جا.
خانوادش علنی میگن که مرتضی رضایی عامل ترور و قتل حاج رضا حاجیان نژاد. قبل از اینکه حاج رضا ترور بشه یه ویدیویی از خودش گذاشت روی صفحش. آقای رضایی بیا از این پوست بیا بیرون، خجالت بکش. هر کاری میخوای بکنی به اسم رهبر، یا به اسم رهبر میخوای بکنیم یا به اسم پسر رهبر میخوای بکنیم. آقا مجتبا چقدر پیش خود ما گفتید بله درآمدی این مجموعه مال بیت رهبری و مال آقاست و نمیدونم ما میدیم به پسر آقا و بده به کجا حق و بده به کجا حق. چقدر گفتید؟ این چه خجالت، این چه کاری شما دارید با این مردم میکنید؟ این چه خیانت بزرگی دارید در حق رهبر میکنید؟ شما ادعا میکنید دست راست رهبری آقا مرتضی؟ بله راست میگید شماها. من حالها دیگه میفهمم، بعد از این همه خیانت فهمیدم شما دارید چی کار انجام میدید، کجا هستید شماها؟ اومدید رفتید پشت بیت رهبری قایم شدید، دنیا جنایت دارید میکنید. اونایی که باید بدونن میدونن، فکر کردید کسی متوجه نمیشه؟ یه بخش حق خود منه که شما اومدین رفتید تمام مال اموال زندگی من از بین بردید برای اینکه خودتون میخواییم پول داشتید، که به ازده خدا جلوتونو میگیرم. اما گاهن که میشنم فکر میکنم بینم این لطف خداست، لطف خدا شامل حال من شد که شما گرگ صفت ها که رفتین تو پوستی میش شماها رو از این وضعیت درتون بیارم. بهترین وضعیت اصلا نباید شما رو این کره خاکی باشید، چون شما دارین به مملکت ایران خیانت میکنید، شما دارین به ملت ایران خیانت میکنید، به این شهدا دارین خیانت میکنید. شما همینایی هستید که به وقتش سویا میخرید، به وقتش ذرت میخرید، به وقتش طلا میخرید، به وقتش دلار میخرید تا یک قرون و دو قرون بفروشید. شما همونایید. مگه که یک دستی بلند شه، یک قانون مداری بلند شه. متاسفانه خود دادگاهم که دستتونو بله دیگه چه میدونم از این ورم که تا کسی بیاد سراغتون آقا به بیت رهبری دارین لطفه میزنید. و من میدونم رهبر در جریان نیست، من اینا رو میدونم. بله مگه آقا بتونه اجازه میده به زمینی که مشکل داره صاب زمین نمیتونه اون زمین رو بفروشه، برید خودتون بگیرین و با شهرداری میسازین و زمینی میخرید به 1.5 میلیارد، 2 میلیارد تومان، 1.7 میلیارد تومان میفروشید، بعد از چند وقت کوتاهی میفروشید 30 میلیارد تومان. رهبر بهتون میگه این کارو بکنید؟ اصلا رهبر وقت نداره که وارد این جزئیات بشه. برگردیم به دادگاه محاکمه رعیت. به نوشته وبسایت بازتاب، حسن میرکاظمی رابط بابک زنجانی با یک محفل امنیتی بود. همین حسن رعیت بود که بابک زنجانی رو به سعید مرتضوی مدیر عامل وقت سازمان تامین اجتماعی معرفی کرد. گفتم خود سعید مرتضوی هم عرض کردم که میگم من نمیشناختمش، این آقای میرکاظمی یک عین حرفشه، یک نیروی ارزشی بسیار مورد اعتماد هستند، بابک زنجانی رو به من معرفی کردن. این حضور مرتضی رضایی رو پررنگ‌تر می‌کنه اگر در نظر آوریم که سعید مرتضوی درباره سرکوب اعتراضات سال 88 و جنایت کهریزک از مشتبه خامنه‌ای دستور می‌گرفت و در اولین جلسه دادگاهی که با فشار یکی از نزدیکای خامنه‌ای که پسرش رو تو جنایت کهریزک از دست داد تشکیل شد، مرتضوی با نوار صحبت‌های تلفنی مستقیمش با مشتبه خامنه‌ای به دادگاه رفت. دادگاه قرار بود علنی باشه، یک روز قبل از دادگاه بارها اینو گفتیم، به همین دلیل غیر علنی شد. این دومینو در واقع رابطه ها رو مشخص‌تر میکنه. حسن رعیت رابطه بابک زنجانی با یک محفل امنیتی بود، یعنی باید دنبال رئیس حسن رعیت گشت. ایندیپندنت فارسی نوشته است دستگیری حسن رعیت با نام یک فرمانده مرموز سپاه گره خورده. رعیت پیش از آن که دستگیر شود چند جلسه با نمایندگان مجلس برگزار کرد تا شاید بتواند راهی برای حفظ خود بیابد. در جریان رسیدگی به پرونده فساد مالی حسن رعیت توسط برخی نمایندگان مجلس دهم، وی در راهروهای مجلس خطاب به یک عضو کمیسیون انرژی مجلس گفته بود که رعیت مرتضی رضایی بوده و هست. سبا آذرپیک روزنامه‌نگار در تهران نوشته است روزی که رعیت در راهروهای مجلس خطاب به نماینده عضو کمیسیون انرژی گفت رعیت مرتضی رضایی بوده و هست به یاد داریم. چرا کسی جرأت آوردن اسم مرتضی رضایی را ندارد؟
بازم دم این روزنامه نگاره گرم که جرأت میکنن چون این چیزایی رو بگن. حالا هرچند تو دعواهای چه میدونم دادگاه محاکمه رعیت برای پاک کردن اسم مرتضی رضایی از این پرونده است. رعیت رو که کارت سوخته است میندازیم زندان، پرونده بسته میشه. مگه تو پرونده بابک زنجانی این کارو نکردی؟ مگه تو پرونده معاون اجرایی قوه قضاییه اکبر طبری این کارو نکردیم؟ مگه تو همه پرونده های اقتصادی این کارو نمی‌کنیم؟ علی اعطا یا علی اعطا سخنگوی شورای شهر تهران 29 شهریور 99 درباره ویلا و باغ وحش حسن رعیت گفت این تخلف در سال 94 رخ داده است و مربوط به دوره مدیریت معذرت میخوام و مربوط به دوره مدیریت شهردار اسبق تهران محمد باقر قالیباف است. باقی 3000 متری با همکاری معاونت وقت خدمات شهری و شهرداری منطقه 1 تهران به رعیت واگذار شده بود و او بدون داشتن هیچ گونه مجوزی اقدام به ساخت یک برج کرده بود، ساخت و سازی که در نهایت منجر به تخریب باغ 3000 متری شده است. به گزارش اقتصاد آنلاین این ملک پیش از واگذاری متعلق به وزارت اطلاعات بوده است. بنا به همین صحبت سخنگوی شورای شهر تهران آقای اعطا که الان براتون خوندم، قالیباف هم در این پرونده متهمه، مجرم. حالا میگه متهمه. من نمیگم خامنه ای رو که رئیس همه ایناست، سید علی خامنه ای، یا مجتبی خامنه ای رو که رئیس همه ایناست، اینا رو بیارین محاکمه کنین که اینا خیالات تا این نظام مقدس سر پاست. ولی با چه رویی کسایی رو که اسمشون رو تو این پرونده ها مستقیم و غیر مستقیم میبرند اصلا شما به رو مبارکتون نمیارین که خرشون به چند؟ تو همین گزارش امشبی که بنده عرض کردم این افراد چند تا اسمی که میگم مربوط هم به پرونده حسن رعیت به طور مستقیم، مرتضی رضایی، مصطفی رضایی پسرش، منباقر قالیباف، سعید مرتضوی، محمد رضا طاهری مداح شریک رعیت. کی به کیه؟ بریم پرده آخر. خانم ها مجاز نیستند با پای بدون جوراب در مقابل نامحرمان رفت و آمد بکنند. به هر حال خانم ها مجاز نیستند کف پا و روی پای خود رو در معرض دید نامحرمان قرار بدن. کف پا. شب روزگار خوش.